همراهان محترم سلام، وقت بخیر. به این سروی مهم خبری از کانال بریکینگ نیوز افغانستان خوش آمدید. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه به مشروع خبرها. گزارش های وجود دارد که طالبان و پاکستان برای جنگ تمام یار در پنشیر آماده می شوند. امرالله سالم معاون رئیس جمهور فراری می گوید که ده ها تکتیر انداز و مشاور نظامی پاکستان در کنار صدها طالب به پنشیر آمدند. با گزارش پیک آفتاب، در حالی که رئیس انستیتوت پژوهش سیاسی مسکو از آمادگی تاجیک‌ها برای جنگ با طالبان در بهار آینده خبر می‌دهد، گزارش ها از پنشیر حاکی است که ده ها تکتیر انداز و مشاور نظامی پاکستان در کنار صدها جنگجوی طالب به این ولایت رفتند. امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان می‌گوید که این نوع مشاوران مربوط به گروه عملیات های ویژه پاکستان می باشد. با گفته یا صالح، این مشاوران خیمه های نظامی و غذاهای آماده همراه خود را دارند. آقای صالح در حساب تویتری خود گفته است که از دیروز بدین سو ده ها تکتیر انداز و مشاورین نظامی با صدها طالب مربوط به شاخه حقانی داخل پنشیر شدند. در گذشته این نوع مشاوران پاکستانی از گروه عملیات های ویژه از چرات می بودند. مردم محل خیمه های نظامی و غذاهای آماده عسکران پاکستانی را دیدند. از سوی دیگر رئیس انستیتوت پژوهش سیاسی مسکو از آمادگی تاجیک ها برای جنگ با طالبان خبر داده است. سرکه مارکوف گفته است که تاجیک های افغانستان در آستانه شورش در برابر طالبان قرار گرفتند. آقای مارکوف در مقاله به موضوع تسلط طالبان بر افغانستان و سیاست روسیه و تاجیکستان در برابر افغانستان پرداخته است. آقای مارکوف در بخش از این مقاله به نگرانی روسیه از ناحیه شورشیان مستقر در مرزهای آسیای مرکزی پرداخت و به نقل از رئیس جمهور پوتین نوشته است که ما فعلا برای تقویت توان دفاعی تاجیکستان کار میکنیم تا این کشور بتواند به طور مؤثر به هر گونه تهدید از خارج مقابله کند. رئیس انستیتوت پژوهش سیاسی مسکو در ادامه این مقاله به ساختار قدرت بر اساس قومیت پرداخته و گفت که با تسلط طالبان تاجیک ها در آستانه شورش قرار دارد. رئیس انستیتوت پژوهش سیاسی مسکو در ادامه این مقاله به ساختار قدرت بر اساس قومیت پرداخت و گفت که با تسلط طالبان تاجیک ها در آستانه شورش قرار گرفتند. نیروهای جبهه مقاومت ملی به فرماندهی اکمل امری بالای گروه طالبان جبهه مقاومت ملی از آغاز مقاومت در تمام نقاط کشور خبر میدهند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که در ماه آینده مقاومت در تمام نقاط افغانستان آغاز خواهد شد و تا آزادی کشور ادامه خواهد یافت. علی میثم نظری میگوید مطمئن هستم طالبان را شکست میدهیم. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود مذاکرات با طالبان را بی‌نتیجه خواندند. گفتگوهای تهران اولین مذاکرات رسمی بین طالبان با احمد مسعود در 5 ماه گذشته بود. مذاکراتی که با میانجیگری ایران برای یافتن یک راه مصالحت آمیز بین طالبان و مخالفان آنها در تهران برگزار شد. جبهه مقاومت ملی اما هشدار داد که این مذاکرات به هیچ عنوان به معنی گذاشتن اسلحه به زمین نیست. پس از آن که گفته شد مسکو هم میزبان گفتگو بین طالبان و جبهه مقاومت ملی بوده است، این خبر هرچند برخلاف تهران توسط مقامات رسمی روسیه تایید نشد، اما با گفته منبع احمد مسعود با ملا برادر در مسکو گفتگو کرده است. وزارت خارجه روسیه چندین بار رسما اعلام کرد که آماده میزبانی از طالبان و گروه مخالف آنها است. علی میثم نظری به نشریه شهریور گفته است که مسکو امروز پی برده که پیروزی گروه توریستی طالبان در افغانستان به منفعت روسیه نیست، چرا که طالبان حامی گروه های اسلامی توریستی نظیر نصار الله و حزب حرکت اسلامی ازبکستان است. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در افغانستان که در ابتدا بر این باور بود که جنگ افغانستان پایان یافته، حالا میگوید احتمال مقاومت گسترده مردم علیه طالبان وجود دارد. سپاس از همراهی شما تا این لحظه.